درد بزرگ دیگه اینه که الدنگ‌هایی پیدا میشن الان در این شرایط کنونی در ایران، حکم و فتوا و فرمان ترور افراد. یک آخوند زپرتی که الان میبینینش اومده و حکم قتل هنرمند نازنین و مهربان و فرهیخته شاهین نجفی داده و آقای امرالله عبداللهی. این بابا رو ببینید و خواهش میکنم شناساییش کنید. وقتی شناساییش کردید، من به شما عرض میکنم عزیزان، در ایران وکلای فرهیخته بسیارن و من مطمئنم که برخی از بازپرس ها، برخی از کسانی که در دستگاه قضایی هستن، با تمسک جستن به همین سخنان اخیر رئیسی، این بابا رو پیدا میکنن، محاکمه میکنن، میفرستنش دادگاه و زندان. یزدان گواهی کار عملی میشه. سیاوش هم حساب شما وعده میده. پیداش کنید، اسم و مشخصاتش رو توی رسانه ها منتشر کنید و من مطمئنم این دستگیرش میکنن میری زندان. من اینو مطمئنم، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، خیلی هم جنایت میکنه، ولی یک حدودی رو بایستی رعایت بکنه، یک حدودی باید رعایت بکنه. و شما بایستی دیپلماسی مبارزه رو یاد بگیرید. دیپلماسی مبارزه اینه که اینطور افراد رو تحویل همون دادگاه و فنان خودشون بدین و خواهید دید که خدمتشون خودشون میرسن، همونطور که الان دیدین دیگه، بگیر بگیر شده، الان بگیر بگیر شده. آقای رئیسی داری میگیری؟ آقای رئیسی تو خودت باید آدم بذاری یارور پیدا کنی بگیری، خودتو باید اینو بگیری. ببینینش، من پیج قبلی هک شده، تازه پیج باز کردم. یک کمپین ما رو انداختیم برای کشتن مجید نصراللهی، مدیر شبکه حق نیوز و شاهین نجفی که یکیشون تو سوئیس زندگی میکنه، یکیشون تو آلمان. بعد میخواستم عزیزانی که حالا هر کدوم داوطلب میشن، هر کمک دستشون بر میاد، چه کمک پولی چه کمک، بتونن آدرسی بدن، مشخصاتی از خودشون یا اطرافیانشون پیدا کنن، خوب ما بدن خیلی بهتره که مثلا این دوتا مرتد ما به درک واصل کنیم. مشکل ما هم اینا مشکل سیاسی نیست که اینا مثلا نصراللهی میاد میگه که اینا مثلا اومدن به خاطر که ما ضدشون هستیم داریم این کارو میکنیم. نه، مشکل ما با اینا مشکل عقیدتیه. اینا مدام این دو شخص توهین میکنه به اهل بیت، به قرآن، به ولی فقیه. مشکل ما به خاطر اینه باشون. و اینم که من خودم عضو هیچ سازمان و ارگانی نیستم، من شهروند ایرانی ام، عاشق اهل بیت، عاشق اسلام، عاشق ولایت فقیه. خب دوستان عزیز، این روزا ما این مهر خداوند با ماست که مسعود سپندم با ما باشه.